سلام و درود دیگری دارم بر همه هموطنان بسیار عزیزم در برنامه امروز و فردای ایران و در تلویزیون ایران فردا. بحثی که جلسات متعددی است بهش پرداختم بحث نابرابری است، نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه. ولی با توجه به مسائل اخیری که در پاریس به وجود آمد و این چند روزه در بلژیک شاهدش هستیم، شکل دیگری از این نابرابری ها برای من مطرح شد. اگر که من بخوام در این رابطه بازتر و مشخصتر و روشنتر صحبت بکنم، ناگزیر باید که این بحث رو که چرا اصلا داعش به وجود آمد رو به دو بخش تقسیم بکنم. یک بخش در این که در اروپا چه پیامدی رو داشت و یک بخش اینی که در خاورمیانه چه کرد. در اروپا ما وقتی که این چند روز گذشته شاهد ترورهای متعددی در پاریس بودیم که بیشتر از 130 کشته به جا گذاشت و تعداد بسیار زیادی زخمی و تعدادی در وضعیت بدی قرار دارن همچنان، در لبنان، در سوریه، در مسئله مصر برای هواپیمای روسی و همه اینها، من پیامدش رو در اروپا وقتی نگاه میکنم میبینم که یک برخورد تحمل برانگیزی که آدم کمتر بهش توجه میکنه وجود داره، با وجودی که به حال تعداد زیادی از خانواده ها نزدیکترین هاشون از دست دادن، میبینیم که با وجود ممنوعیت تجمعات در فرانسه و در خصوص در پاریس مردم جمع میشن، شمع میذارن، گل میذارن، این خیابون ها مملو و از گل و شمع شده، نزدیکان اینها در کنار این شمع و گل یواش یواش گریه میکنن ولی ایستادگی میکنن، پیانوی سیار میارن به وسط جمعیت، سرود مارسیز فرانسه رو، سرود ملی فرانسه رو میزنن. همه اینها این تحمل رو نشون میده که ما همونطور که در دو سال پیش شاهد بودیم که در نروژ یک دیوانه، یک آدم به هر حال غیر متعهدی آمد و 70 و چند نفر رو از بچه های نروژی ها رو در یک اردوی مدرسه ای کشت، مردم جمع شدن تو خیابون راه افتادن، مرگ بر این و مرگ بر اون نگفتن، هیجان به وجود نیاوردن، به دولتشون اعتماد داشتن، به مملکتشون، به این دموکراسی که داشتن، هزینه‌ای که براش پرداخته بودن اعتقاد داشتن و ایستادن سر این قضیه. ولی به هر حال اگر این رو در اروپا بهش توجه بکنیم، در خاورمیانه بعد به یه شکل دیگه‌ای بهش برگردیم. خاورمیانه واقعیت قضیه اینه که از 37 سال پیش اگر نگاه بکنیم اصلا داعش وجود نداشت. النصره و نمیدونم هزار تا گروه، بیشتر از هزار تا گروه پرخاشجو در سوریه و در نقاط مختلف دیگه خاورمیانه وجود نداشت. این 37 سال پیش ما در واقع در ظهور جمهوری اسلامی داعش نداشتیم، هیچ کدوم اینها رو نداشتیم، این همه فقر نداشتیم، نه اینکه فقر نداشتیم، فقر داشتیم ولی به هر حال نه بیشتر از 2/3 جمعیتمون، بیکار داشتیم نه به این شکل، بیکار فصلی داشتیم. به هر حال واقعیت قضیه اینه که اعتیاد داشتیم ولی نه نزدیک 16-17-18 میلیون نفر خانواده‌ای که با اعتیاد درگیر هستند. سرقت و اختلاس داشتیم نه در حالتی که به این شکل
شاهد میلیارد میلیارد های ثروت ایران به خارج از ایران باشیم و یا سربریدن و زورگیری در خیابون ها. اصلا من یادم نمیاد یا تاریخ ما اینو نشون نمیده که ما صدور بچه های کوچیکمون دختر و پسر رو به شیخ نشینا داشتیم. هیچ کدوم اینها رو نداشتیم قبل از 37 سال پیش. 37 سال پیش وقتی که بحث صدور انقلاب به وجود آمد، بحث جنگ شیعه و سنی هم شکل گرفت. این واقعیت رو نمیتونیم که فراموش بکنیم که مسئله از همین بیشتر از 3 دهه گذشته است که جمهوری اسلامی به وجود آمده. سوء استفاده های شرق و غرب، غرب امریکا و ناتو و کشورهای اروپایی رو نگاه بکنیم، در همین بحران بهار عربی بحث لیبی رو نگاه بکنیم، بحث سوریه رو نگاه بکنیم، بحث یمن رو نگاه بکنیم، همه اینها به شکلی که دنبال منافع خودشون میکشتن. در شرق نگاه بکنیم، لشکرکشی روسیه رو نگاه بکنیم، یه نوع دیگری به چین نگاه بکنیم که به هر حال بحث چین رو هم ندیده نمیتونیم بگیریم، بحث بازار چین و اون از بین بردن جامعه ای که میتونست حرکتی رو به وجود بیاره برای خودش، میتونست که اقتصادش رو شکوفا بکنه. کما این که در دوره قبل از انقلاب ما دیدیم که این امکان وجود داشت، بسیاری از صنایع ایران به خارج و به خصوص به منطقه صادر می شد. همه اینها این واقعیت ها رو داشت که این 37 سال نشون دهنده تلخی ها و ناکامی هاشه. خب از اگر غرب رو گفتیم، اگر شرق رو گفتیم، ناگزیر خود جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید. در به وجود آمدن داعش چه کرد؟ در به وجود آمدن داعش به نظر من منشأش همین صدور انقلاب بود، منشأش همین بحث شیعه و سنی بود، منشأش همین بود که امروز جمهوری اسلامی در کشورهای عراق و افغانستان و سوریه و نمیدونم یمن و بحرین و حزب الله در لبنان و همه اینها نیرو پیاده کرده. نیرو کیه؟ نیرو بچه های ما، اون بچه های سپاه که حالا اخیراً ناگزیر و مجبور شدن که کشته شده هاشون هم اعلام بکنن، همه بچه های ما. موقعی که آدم حمله به کشور خودش میشه، طبیعی است که توقع داره، بیشترین توقع رو هم داره که از کشورش حمایت بکنه. یک جوون، یک ایرانی، همونطوری که در عراق شاهدش بودیم، در جنگ ایران و عراق شاهدش بودیم، سپاهیان ما چیزی کم نذاشتن که بزرگترین هزینه ها رو پرداخت کردن. ولی چرا بچه های ما باید در سوریه کشته بشن؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میخواد دیوار حائل با حزب الله از طریق سوریه ایجاد بکنه برای نزدیک شدن به اسرائیل. من فکر میکنم که اینها دقیقا مسائلیه که ما ناگزیر هستیم که به نوعی بهش نگاه بکنیم، در مقابلش بایستیم. هیچ راهی وجود نداره. ببینید، اگر شرق و غرب میان و توی خاورمیانه بمباران میکنن و شاهدش هستیم که خیلی جاها رو با خاک یکسان کردن، اونا هدف دارن دنبال کارشون. هدفشون اینه که در نهایت بیان و این با خاک یکسان شده ها رو مجدداً بسازن، مجدداً برای 50 سال و 100 سال آینده برنامه ریزی بکنن، این منطقه پرثروت رو، گستردر رو مجدداً بیان به قول خودشون بازسازی بکنن، مردمش رو بدهکار بکنن. اینها واقعیت، اینها تردیدی درش نیست. ولی یه چیز رو باید بهش توجه کرد، چجوری میشه که جلوی این قضیه رو گرفت؟ آیا فکر میکنید که کاری رو که آقای بوش با 150 هزار سرباز در افغانستان و در عراق انجام داد جلوی این توحش رو گرفت؟ نه، این داعش محصول همون برخورد هم هست. برخوردی که توی این قضیه باید بهش توجه کرد، الزاماً برخورد
جنگنده ها، هواپیما ها، یه نمیدونم سوپر استاندارد ها، بمب افکن ها نیست. بحث نابرابری های اجتماعی است. بحث این نابرابری هاست که همه جا به شکلی ما شاهدش هستیم. این نابرابری ها رو در اروپا میبینیم. گفتم خدمتتون خیلی راحت بحث مسئله اقتصادی، مشکلات اقتصادی در اروپا، مشکلات بیکاری، مشکلات پذیرفته نشدن همین افرادی که به عنوان پناهجو وارد میشن ولی نمیتونن جایی رو پیدا بکنن. نه تنها پناهجوهای امروز، اونهایی که در نسلهای گذشته هم آمدن که امروز ما شاهدش هستیم. مناطق شمالی پاریس، همون سن دونیسی که مرتب امروز ازش صحبت هست، همه اینها مواردی است که ما شاهد این هستیم که بسیاری از افراد آمدن از کشورهای الجزایر، مراکش، مصر، تونس، همه اینها آمدن به کشورهای غربی. در فرانسه آغاز زندگی کردن، پدر مادرهاشون، پدر بزرگهاشون، مادر بزرگهاشون در اینجا آمدن، خودشون در اینجا متولد شدن، ولی میبینیم که جزء اعضای اصلی داعش هم قرار گرفتن، بمبگذاری های اخیر رو انجام دادن. همه و همه اینها چه در پاریس، در فرانسه، چه در بلژیک که امروز شاهدش هستیم، همه اینها و کشورهای دیگه که متاسفانه باید منتظرش باشیم، همه اینها همین رو نشون میده. نابرابری های اجتماعی است که به وجود آورنده همه مسائل هست. همه وعده های شیرین رو اون جوان میپذیره به دلیل مشکلاتی که در کشورهای غربی براش وجود داره، ولی در نهایت چی؟ در نهایت اینی که بحث ما تو مملکت خودمون چی؟ متاسفم اگر یک روزی این تهدید به واقعیت بپیونده و ما یک داعش خارجی رو هم غیر از داعش داخلی روی کشور خودمون ببینیم و ناگزیر به این مسائل باید که توجه بیشتری بکنیم. من فکر میکنم که راهی که برای آینده مملکت ما، برای مردم ما، برای جوانهای ما، برای بچه های ما وجود داره، یک چیز بیشتر نیست. اون بازگشت به هویت ایرانی خودمونه. بارها و بارها این بحث رو من مطرح کردم. بارها که 57 کشور اسلامی هست، یکیش ایرانه که هویت ایرانی خودش رو همچنان حفظ کرده، از سالهای دراز پیش به این طرف همچنان ایرانی مونده. حالا راه حل برای بازگشت به یک آرامش در منطقه ما، برای ایران ما، بازگشت به هویت ماست. ما ایرانی ها اگر به هویت خودمون برگردیم، میستیم در جایی که وسط شیعه و سنی قرار میگیریم به عنوان ایرانی بودن. من اصلا نمیخوام بگم که مذهب اون از دست بدیم. در حال مذهب برای هر فرد بشر اختیاری است که خودش انتخاب میکنه. انتخاب اونه، هیچ تفاوتی نمیکنه چه مذهبی. برای من هم همه این مذاهب، ادیان قابل احترام هستند، به خصوص در جامعه خودم با همین انواع و تعدد ادیان و مذاهب، اینها همش قابل احترامه. ولی باز ولیش مطرحه. ما ایرانی هستیم، هویت ما نجات دهنده ماست، نجات دهنده کشور ماست و نجات دهنده منطقه ماست. اگر در این راه قدم بگذاریم، مطمئن باشیم که میتونیم که نه تنها کشور خودمون رو نجات بدیم، بلکه قادر هستیم که راه باز بکنیم برای آرامشی در منطقه. بسیار سپاسگزار هستم.